خودم. بچه در خدمتون هستم با حل یه تست از کنکور 1402 و چهرش تجربی. سوال با هم بررسی کنیم. متحرکی روی خط راست با شتاب ثابت. از این شتاب ثابته بر من اهمیت داره؟ از حال سکونم خیلی مهم. این دوتا اتفاق که افتاد اصلا از حال سکونش خیلی مسئله بر من ساده میکنه. بله، گفته در بازه زمانی 1 تا 3 مقدار مسافتی که طی میکنه 20 تا، تو بازه زمانی 3 تا 7 مسافتی که طی میکنه چند متره؟ خب بچه میدونید که ما معمولا توی کلاس همون برای حل این سوال سعی میکنیم بریم سراغ سمبل خواهیم، یه دونه نمودار وی تی برای این رسم میکنیم و شروع میکنیم به انجام دادن کارا. و از طرفی هم که شما میدونید بچه ها سطح زیر نمودار وی تی بیان کننده میزان جابجایی هست. بعد بریم سراغ این که این یک ثانیه ها رو جدا کنیم، ببینیم اون لحظاتی که این اسما برده اون بازه زمانی چه اتفاقات افتاده. خب من یه دونه اینجا 1 دارم، لحظه 2 3 4 5 6 و اینم 7. این 7 تا لحظه ای که لازم داشتم، لحظه 1 2 3 4 5 6 و 7. خب همونطور که میدونید این مساحت هایی که اینجا دارید میبینید سطح زیر این نمودار ویتی بیان کننده جا به جایی، این جا به جایی اولیه رو من اسمش میذارم کا، مقدارش رو میگیرم کا. بعد بین 0 تا 1 شد میزان جا به جایی که دارم کا، از بین 1 تا 2 توی کلاس معمولا گفتیم 3 کا، بعدی 5 کا، بعدی 7 کا، 9 تا کا، 11 تا کا و اینجا هم 13 تا کا. خب حالا خود مسئله اومده توی بازه زمانی 1 تا 2، یعنی این 3K و 5K رو هم این مساحتی که الان اینجا شما دارید میبینید رو بچه ها، خود مسئله 3K و 5K که به عبارتی میکنه 8K. این 8K رو به من گفته مقدارش از 20 متر. میگه خب این 8K هست 20 متر. خب حالا اومده گفته مسافت طی شده بین لحظات 3 تا 7. بعد از این 3 تا 7 نگاه میکنم، مساحتی که بعد الان مشخص کنم میشه این قسمت. دقت کنید قسمت این مساحت ها که به صورت سبز، حالا تیکه های مشخصه که سبز رنگ شده. خب حالا اینو من میخوام، خب بریم اینجا ببینیم اینجا مساحت اینجا چقدر. با یه 7 و 13 تا دارم میشه 20 تا، یه 9 و 11 دارم میشه 20، با 20 میشه 40 کا. خب این 40 کا میخوام ببینم چقدر میشه. خب من یه نگاه اگر بندازم خیلی ساده، 8 کا به 40 کا که شده 10 پنج ضرب شده، پس اون 20 هم باید 10 پنج ضرب بشه، جواب میشه گزینه 3 یا همون 100 متر. خیلی ساده. موفق و معید باشید بچه ها.